شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com. مواد غذایی مجاز و غیر مجاز قبل و بعد از تمرینات ورزشی. روی فرم بودن فقط این نیست که به صورت مرتب تمرینات ورزشی داشته باشید. این فقط نیمی از کاره. برای اینکه خودتون رو متناسب نگه دارید، باید ترکیبی از تمرینات با وزنه و همچنین تمرینات هوازی با رژیم غذایی سالم داشته باشید. ورزش و رژیم غذاییتون باید با هم تناسب داشته باشه. برخی از مواد غذایی خاص هستند که باید قبل از تمرین مصرف کنید تا به شما انرژی و تمرکز کافی در طول تمرین رو بده. همچنین برخی از مواد غذایی خاص هم هستند که باید بعد از تمرین روزانه‌تون از اونها اجتناب کنید تا اینکه تمام زحماتی که در باشگاه کشیدید به باد هوا نره. برای داشتن اندامی متناسب، این 7 ماده غذایی رو که براتون نام میبریم نباید بعد از برنامه تمرینیتون مصرف کنید. 1. غذاهای فراوری شده نمکدار. عادیه که بعد از یک تمرین طولانی ورزشی هوس ماده غذایی شور بکنید. وقتی که عرق میکنید نه تنها آب بدنتون رو از دست میدید، بلکه برخی مواد غذایی از جمله پتاسیم رو هم از دست میدید. خوردن یک ماده غذایی سالم بعد از تمرین میتونه پتاسیم بدنتون رو مجدداً به صورت طبیعی و سریع تامین کنه. این کار بدون نیاز به مواد غذایی با کالری بالا به خوبی امکان پذیره. موز که به خاطر داشتن پتاسیم بالا شناخته شده بهترین گزینه ممکنه، اما میوه های خشک هم میتونن جایگزین مناسب تری نسبت به مواد غذایی شور باشن. 2. وعده های غذایی و نوشیدنی های شیرین. نوشیدن نوشابه یا سایر نوشیدنی های شیرین بدترین اشتباهیه که بعد از تمرین میتونید انجام بدید. شکر سوخت و ساز بدنتون رو کاهش میده و هر چقدر سوخت و ساز بدنتون پایین بیاد، لاغر شدن و رسیدن به نتیجه دلخواه براتون سخت‌تر میشه. خیلی مهمه که قبل از انتخاب مواد غذایی برچسبشون رو بخونید، چون برخی از مواد غذایی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید شکر دارن. علاوه بر وجود شکر در داخل این نوشیدنی ها، وجود سودا نیز باعث نفخ میشه که دقیقاً مخالف هدفی است که بعد از تمرین کردن دنبالش هستید. اگر آب یا آب میوه های طبیعی بعد از تمرین در دسترستون نیست، بهترین گزینه چای سرد تلخه که شما را هیدراته نگه میداره و هوس مصرف شکر بعد از باشگاه رو از بین میبره. 3. غذاهای فست فود. کاملا واضحه که غذاهای فست فود، تنقلات چرب و مواد غذایی چرب باید کاملا بعد از باشگاه از مصرفشون پرهیز بشه. هدف اصلی شما کاهش کامل میزان چربیه و مصرف این قبیل غذاها کارو براتون سخت میکنه و علاوه بر این سطح کلسترول بدنتون رو بالا میبره و شما رو در معرض حملات قلبی قرار میده. www.shenoto.com. علاوه بر این، غذاهای چرب در تولید گلیکوژن بدنتون اختلال به وجود میارن. این ماده یه ماده حیاتیه که تولید میشه و در عضلات و کبد ذخیره میشه. این غذاهای ناسالم همچنین تمرین ورزشیتون رو در باشگاه براتون دشوار میکنن. 4. سبزیجات خام. در حالی که میوه ها و سبزیجات باید بخشی از رژیم غذایی روزانه‌تون باشه، اما باید بر نحوه مصرفشون خیلی دقت کنید. نباید اونها رو بلافاصله بعد از برنامه تمرینتون مصرف کنید. سبزیجات خام مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی که در طول برنامه ورزشی از دست دادید رو تامین نمی‌کنند. در عوض باید به خاطر توسعه عضلانیتون بعد از تمرین ورزشی حتما پروتئین کافی مصرف کنید. 5. شیر کاکائو یک سری مزایا داره. میتونه حافظه و عملکرد شناختیتون رو بهتر کنه. به هر حال هر شکلاتی که میخورید باید قبل از تمرین ورزشی باشه که بتونید در حین تمرین این کالری اضافی رو از بدنتون خارج کنید. خوردن شکلات بعد از تمرین هیچ کمکی به احیای انرژی از دست رفتتون در حین تمرین نمیکنه. 6. شیرینی. اگرچه بدنتون بعد از تمرین ورزشی نیاز به مصرف کربوهیدرات با کیفیت داره و شیرینی سرشار از کربوهیدراته، اما شیرینی اصلا ماده غذایی سالم و مقوی نیست. نان گندم کامل توست شده یا میوه‌های خشک گزینه‌های بهتری نسبت به شیرینی یا دونات هستند. حتما از شیرینی به خاطر ضررهایی که داره باید اجتناب بشه. 7. نوشیدنی‌های انرژیزا. نوشیدنی‌های انرژیزا فقط برای حین تمرین طراحی شدن و باعث میشن سطح انرژی بدنتون افزایش پیدا کنه که قبل از برنامه ورزشی بهش نیاز مبرم دارین، نه بعد از اون. این نوشیدنی‌ها مملو از شکرن که باعث کاهش سطح سوخت و ساز بدنتون میشن و بدنتون رو تحریک میکنن تا چربی تولید کنه. وقتی تمرینتون تموم میشه، نوشیدنی‌های انرژیزا به جای اینکه مفید واقع بشن، بدتر به بدنتون آسیب میزنن. تولید شده در شنوتو www.shenoto.com